با دورو دوستان گرامی زبان آموزان هر جا هستید خوش خورم و سرحال باشید امروز میخوام راجع مواردی صحبت کنم که نشان از پیشرفت شما در زبان داره نشان از این داره که دارید پیشرفت میکنید تو مسیر درست هستید بعضی از اینا رو توی درس های قبل هم تو درس های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی گفتم بین بینابین درس ها جمعندی هم بکنیم که چه مواردی هست ایا تو ماشین یکی از مواردی که من گفته بودم یکی خواب دیدن بود اگه خواب ببینید که دارید به اون زبان صحبت میکنید مکالمه میکنید ارتباط برقرار میکنید یه نشانه خیلی خوبه خواب دیدن معمولاً بعد از چندین ماه یادگیری اتفاق میفته یادگیری مستمر منظورم هست و این میتونه نشانه خیلی خوب باشه که شما تو در جهت درست دارید حرکت میکنید به اندازه تمرین میکنید به اندازه میخونید مستمر یاد میگیرید مورد دوم هم که باز هم اینو فکر کنم باز گفته باشم اینه که شما معادلی برای یه چیزی توی زبان مادریتون پیدا نمی کنید و از اون کلمه یا اصطلاح آلمانی، فرانسوی، انگلیسی استفاده می کنید این نشون اینه که شما به استراکچر اون زبانی که دارید یاد میگیرید بیشتر عادت کردید دارید عادت می کنید و نمیتونید توی معادل پیدا کنید برای, برای اون اصطلاح توی زبان مادری خیلی مهمه که بعضی مواقع وقتی ما نتونیم اون حالت رو بگیم یا چیزی تو ذهنمون بیاد و انگلیسیشو انگلیسی شو بگیم به فارسی زبان یا آلمانی شو بگیم یا فرانسوی شو بگیم ممکن اونا فکر کنن مم... حالا برای من کلاس میذاره یادش رفته زبان مادریشه اینا ولی این اتفاق میفته به خصوص وقتی که زبان مادری رو کلن کنار گذاشته باشید گوش نکنید و ارتباطتون با همزبان ها کمتر بشه این اتفاق میفته و این هم یه نشونه ای هست که دارید تو زبان دیگه دارید پیشرفت میکنید البته من همیشه توصیه کردم که این با اینکه یه نشونه خوبی هست که دارید پیشرفت میکنید سعی کنید یه استوب بزنید هر موقع نتونستید و برید و یه استراکچر مناسب تو زبان های مادریتون هم برای اون پیدا کنید که تو هر زبانی مثل خودش صحبت کنید با همون کلمات با همون اصطلاحات که حساب نه سو تفاهم پیش بیاد که این باعث میشه که حالا اون فرد به حال قرار نیست که اصطلاحات این زبانو بدونه برای واسه اون خارجی صحبت نکنیم به حال ولی پیش میاد این رو شما به عنوان زبان آموز نباید به عنوان یه چیز بد در نظر بگیرید اصلاحش کنید ولی یک نشانه خوبه مورد بعدی اینه که مسلما وقتی میخواید صحبت کنید با یه صحبت میکنید اول تو زبان مادرتون نمیاد خب مثلا این معنی این معنی اینجوری بگم شما به صورت روان اونو میگید بدون ترجمه قولی ترجمه نمی کنید همینجوری میرید یه جایی با نفر دارید سر صحبت باز میکنید بدون که از قبل یه چیز رو آماده کرده باشید ترجمه کرده باشید میاد اونو صحبت میکنید منظورتون رو میگید به قولی یه دفعه است از قبل چیزی رو آماده نکردید یه دفعه توی موضوعی که قرار میگیرید توی ای که قرار میگیرید به طور ناخودآگاه جمله درست رو میگید کلمه درست رو میگید مقصود درست رو بیان میکنید این هم یه نشانه از پیشرفت هست مورد بعدی که پیشرفتتون داره تو زبان شکل میگیره به خصوص تو شنیدار مورد رادیو تلویزیون هست رادیو مثلا داری از یه جا رد میشید رادیو داره یه چیزی میگه یا چند دو نفر دارن صحبت میکنن تو اتوبوس یه جایی شما رد میشید شما یه جمله یا هر جمله‌ای که اونا میگن متوجه میشید حتی اگر بخش یه کلمه ای از اون جمله رو نفهمیدید ولی میدونید چی گفت رادیو گفت مثلا منظور اخبار رو فهمیدید تلویزیون یه جا پخش کرد شما موضوع اخبار رو یا گزارش رو که داد شما فهمیدید موضوع چی هست این خیلی کمک میکنه اینم نشون میده که شما دارید تو زمان پیشرفت میکنید تو اتوبوس نشستید تو قطار نشستید دو نفر دارن صحبت میکنن شما گوشتون رو تیز میکنید میفهمید چی میگن یا همینجوری از کنار یکی رد میشید دو سه تا کلمه رو میفهمید این هم به این معنی است که شما دارید تو زبان اون زبان پیشرفت میکنید بچه زبان به حال وقتی ما میگیم زبان هر قسمتیش توانایی خاص هست گوش کردنش صحبت کردنش فهمیدنش نوشتنش اینا همه فرق میکنه ولی ما دیگه داریم کلی صحبت میکنیم یه حالتی که شما میتونید بفهمید که دارید توی صحبت کردن هم پیشرفت میکنید اینه که شما از استراکچر های مختلف میتونید برای یه منظور استفاده کنید همیشه یه چیز رو نمیگید این ممکنه اوایل کار اوایل یادگیری براتون یکم سخت باشه هی hey, بخوای تغییر بدید هی hey, بخوای خداگاه تغییر بدید متوجهید این تغییر اگر ناخداگاه بشه و شما خیلی سریع به جایی که بگید مثلا چوس مثلا بگید ویزن اونز مثلا هم دیگه میبینیم یا بگید بیز تا بعد متوجه اید حالا این یه مثال ساده بود به حال از استراکچر های مختلف میتونید استفاده کنید و اونها اون استراکچر هم که استفاده میکنید از خداگاه تبدیل شدن به ناخداگاه یعنی بدونی که فکر کنید میاد بیرون اولش با فکر کردن ممکنه باشه تغییر استراکچر تغییر فرم صحبت کردن بعد این ناخداگاه که بشه نشون میده خیلی دارید پیشرفت میکنید مورد بعدی که هست مورد اصطلاح هست شما اصطلاحات یه زبان رو میفهمید و اگر به کار ببرید ناخداگاه باز به کار ببرید روان به کار ببرید سریع به کار ببرید نشون میده که پیشرفتتون چندین برابره پس اصطلاح رو فهمیدنش نشون میده دارید پیشرفت میکنید و به کار بردنش نشون میده که خیلی 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 دارید خوب میشید مورد بعدی هم که باز هم توی فهم زبان آلمانی هست اینی که شما یه نفر که مثلا یه جور دیگه حرف میزنه توی شهری که یه نفر یه جور دیگه حرف میزنه متوجه میشید این کم فرق میکنه انگار حرف زدنش انگار دارید لحجه ها رو میتونید بفهمید تشخیص بدید اول یادگیری اینجوریه که همش آدم همه یه لحجه ها رو فکر میکنه مثلا یک سالن. بعد که زیاد یاد میگیره و بیشتر یاد میگیره و تو عمق زبان میره میتونه مثلا یه سری کلمات رو که یه عده به کار میبرن یه عده کمتر شنیدن یا به کار نمیبرن یا اون لحجه ها رو بفهمه که این چرا اینجوری صحبت میکنه مثلا حالا شاید ندونید اون از کجا میاد از کجای آلمان هست یا از کدوم کشور خارجی هست که آلمانیش اینجوریه لحجهش فرق نمیکنه چه لحجه خود آلمانی ها باشه جاهای مختلف باشه یا لحجه خارجی ها باشه میتونید تشخیص بدید که فرق رو میتونید تشخیص بدید به معنی نیست که اون بده این خوبه نه شما میتونید فرق رو تشخیص بدید این هم یه موضوع هست بنابراین این چند موضوع رو در نظر داشته باشید تغییرات استراکچر اصطلاحات رو اینکه ترجمه نکنیم اینکه به صورت ناخودآگاه چیزی رو بگیم که تو زبان مادریمون معادل براش پیدا نمی‌کنیم تفاوت لحجه ها رو بتونیم تشخیص بدیم رادیو یه چیزی میگه همینجوری داریم رد میشیم متوجه بشیم دو نفر درم صحبت میکنن یه مکالمه میخوام شروع کنیم بدون ترجمه حرف دلمون رو بزنیم <تص> اینا همه نشان از این داره که شما دارید پیشرفت میکنید تو زبان دارید بهتر میشید امیدوارم که این درس هم مورد توجه قرار گرفته باشه همیشه در حال پیشرفت باشید این هم لینک درس هایی که برای شما میتونید دنبال کنید فرانسوی، انگلیسی، آلمانی امیدوارم هر روز و هر روز بهتر و بهتر بشید این نکته رو همیشه گفتم تا آخر عمر تکون نخورید نگید یک سال نگید دو سال نگید شش ماه ادامه بدید خدا نگهدار